مدرسه رو توی به خاطر کار پدرم یه بخش عمده از تحصیل دوران بچگیمو توی صابه انجام دادم و اونجا با ابوالفضل جلیلی و حالا به روایت با زیادین دوری که الان هستند توی مقاطعی برخورد کردم. راستش من قبل از اینکه با سینما به این شکلی که میگید یعنی به شکلی مشتری دائمی آشنا بشم بیشتر با قصه دمخور شدم، یعنی با رمان و داستان کوتاه و اون چیزی که تو دهه‌ای که ما دبیرستان من میرفتم در دسترس ما بود و نه به این شکل که مشتری دائمی فیلم باشم. فیلم رو در سینما ها میدیدم، تو سینی کلوب ها یا مثلا سینما تک و نه، و پیگیر بودم. خانواده ما به اصطلاح به شدت سینما دوست بود، سینما به عنوان مصرف کننده، یعنی من از بچگی من سینما میبردم. برادر بزرگترم یه جور خوره فیلم بود، ولی نه به این شکل به اصطلاح که بره تو سینماتک ها یا مثلا نشریات رو بیاره. مصرف کننده صرف، یعنی به اون یه سرگرمی صرف، و ما هفته یه بار رو سینما میرفتیم. حسن درگیر فیلم علی حاتمی بود، مرحوم حاتمی، فیلم تختی، یعنی قرارداد بسته بود برای اون فیلم و قرار بود اون فیلم رو مونتاژ کنه، تحت اون قرارداد بود و مهرجویی هم داشت لیلا رو می‌ساخت. طبیعتاً بخاطر اینکه هر دو فیلم قرار بود به جشنواره برسه نمیتونست حسن جفتشو کار بکنه. مهرجویی ظاهراً از حسن دوست پرسیده بود کی میتونه مثلا یه کمک دستیاری به من بده، یه کاری بکنه، و حسن دوست دیده بود که من مثلا جزو بهترین دستیارای اون 3-4 سال اخیر بودم و نحوه کار ما رو میدونست چه جوریه با کوینی، من رو معرفی کرد به عنوان کسی که میتونه کارهای فیلم تو بکنه، همونجوری که خودش تو اجاره نشینا وارد قضیه شد. سناریو برای من این بود که وارد میشی، مهرجویی مونتور فیلمه، من قرار بهش کمک کنم. برای من اینجوری تصویر شد. حسن دوست اومد من گفت همچی کار میکنی؟ گفتم 100% این کار میکنم، یعنی برای اینکه یاد بگیرم. گفت که حالا اینکه کی فیلمو دقیقا مونتاژ کنم شاید خیلی معلوم نباشه، ولی تو به هر حال بهش کمک میکنی، چون الان مثلا 40 روز مونده به جشنواره فجر و وقت دیگه ای نداری. یادمه که با هم رفتیم سر صحنه، منو معرفی کرد حسن دوست و مشجوری هم بلفاصل پذیرفت و گفت راشا رو میفرستیم و سینک و اینا رو شروع کنیم. منم که خودم سینک و همین کاراشو خودم میکردم، من مشغول شدم و مشغول داشت فیلم برداری میکرد، هنوز مشغول کار شدم. بوده مثلا یه ماه مونده بود به جشنواره، خیلی خیلی فشرده بود، من شبی شاید 3 ساعت میخوابیدم. من مشغول رو ندیده بودم، ازش مصاحبه خونده بودم به لازه نزدیک شدم به شخصیتش، ولی شما در نظر بگیرید که وقتی مثلا 13-14 ساله اید کارگردان یه فیلم میسازه و همه، من یادم مثلا هالو یا پستچی رو همه خانواده ما میرفتن میدیدن، و بعد دایره مینا و بعد همینطور و بعد دیگه اون اخیرش دیگه هامون، کاملا من تحسین میکردم مهرجویی، یعنی اینکه حالا دستیار مهرجویی باشم یا اینکه براش فیلم سینک کنم یا حتی کنارش بیستم برام ارزشمند بود. خانم بنیتون من تماس گرفت، من رفتم خونهشون، محسن عبدالوهاب بود، فرید مصطفوی بود و پیلوت کرانتری نبود البته تو اون جلسه، و مینو فرشچی. مینو فرشچی رو از اینجا میشناختم، مینو فرشچی دوست خواهر من بود، دیدم مینو فرشچی هم هست. و اسعد نقشبندی همسر خانم شاهنظری عکاس اون فیلم بود، و جهانگیر کوثری هم که خب میشناختیم. خانم بنیتون من صدا کرد و گفت که ما یه فیلمنامه داریم می نویسیم با فرید مصطفوی و بچه ها، می خواهیم فیلمنامه رو نگاه کنی بگی که مثلا میزان مثلا مستندش چقدر، داستانش چقدر، چه جوری هستن، چه جوری بشنند، چون فیلمنامه خیلی کلاژ مانند بود، یعنی شاید به نظرشون رسید که من که تدوینگر هم هستم و حالا مثلا فیلمنامه نویسی هم خوندم شاید بتونم کمک کنم.
ببینید در مورد فیلم لیلا، من تدوینگر بودم، با یک کارگردان صاحب سبک کار میکردم. تدوین اون فیلم خوبه واقعا، یعنی هنوزم که نگاه میکنم به اون اولین کار، نه تنها به اون اولین کارم، بلکه بعد از 35 تا کار همچنان فکر میکنم اون شاخصه کار تدوینش و موفقه، یعنی کاندیدای جایزه سیمرغ بلورین و اینا میشه همون سال اولی که من اولی فیلم که منتج شد و فروش خوبی هم میکنه. از طرف منتقدین، مردم، همه جوره تحویل گرفته میشه. برای همین اون سکوی پرتاب که میگی تو اون هست. فیلم بوده‌های ممنوع یه فیلمنامه قابل توجه داشت و بازی رضا عطاران که به نظر من یکی از اندازه ترین و درست ترین بازی یارو تو بازیگرای ما داره، یعنی قشنگ درک میکنه که برای این شخصیت یا برای این لحظه چه اندازه بازی باید خرج بشه. اون خیلی کمک کرد که یه استانداری تو فیلمای کمدی وجود بیاره. اون فیلم خیلی فروخت. من سال 86 فکر میکنم با کیمیایی شروع کردم، یعنی اولین فیلمی که براش کار کردم. فاصله اون سالای 79-80 تا 86، 5-6 سال در حقیقت میشه گفت سینمای ما نه اینکه فیلم شاخص نداشت، بلکه میشه گفت که تعدادش انگشت شمار شده بود دیگه. یعنی اون فاصله دوران افول سینما تازه شروع شده بود، یعنی این اوجی که تا سال 80 فکر کنم رسید. من تو این فاصله فقط فیلم احمدرضا درویش دوئل رو مونتاژ کردم که فیلمی بود که مثلا 8 ماه روش کار کردم و خیلی درگیر شدم. در مورد کیمیایی خب یه بحث جدا داره کاملا، یعنی فارغ از ارزش‌های سینماییش، فارغ از دورانی شخصیت. که طی می‌کرد، یه شخصیت بود، یه شخصیت بود که در دورانی که ما بچه بودیم و تازه به فیلم سینما علاقمند شده بودیم، این آدم به عنوان یه وزنه تو سینمای ما تو دهه 50 حضور داشت. خب حالا تو می‌خوای در کنار این آدم، این شانس رو من هیچ‌وقت از دست نمی‌دادم. کاری که با مثلا علاقه انجام میدم یا توش بهانه‌هایی برای کار کردن دارم، منو خسته نمی‌کنه. یعنی اگه کارگردان 50 دفعه بگه اینو عوض کنیم، عوضش می‌کنم. یعنی میگه حالا یه جور دیگه بشیم، یه جور دیگه می‌شیم. چرا توش کار، توش علاقه دارم، توش بهانه دارم برای کار کردن. در حقیقت وقتی شما برای پول کار می‌کنی، وقتی بار دوم سوم میشه میگن یه جور دیگه هم میشه اینو چید، میگی نه دیگه، من چقدر ما پول دادی که حالا چند جور برات بچینم. در حقیقت همه کارگردانی که با من کار کردن می‌دونن من هیچ وقت خسته نشدم از کار کردن زیاد، یعنی اینکه شکلای مختلفی از تدوین، به خصوص با این سیستم دیجیتال شکلای مختلفی از ورسیونای مختلفی از یک سکانس رو من میچینم، مونتاژ میکنم، میچینم، کارگردان انتخاب میکنه یا خودم مقایسه میکنم و ازش به راحتی عبور نمیکنم. اون چیزی که فکر میکنم باید خودم رو حفظ کنم به روز بودنه، یعنی میگم تو سن من که از اون سنت سینمای کلاسیک میام، به روز بودن و به روز موندن کار ساده‌ای نیست. جوان ها میان و ایده دارن، کارهای جدید میبینن، کارهای جدید انجام میدن و خب اونا طبیعت سن و سالشونه. برای ماها یه مقداری شاید کار میخواد که در جریان هنری قرار بگیریم، در مسیرشون قرار بگیریم، چه توی داخل کشور چه خارج از کشور، هم آشنا باشیم هم خودمون رو تو مسیرش قرار بدیم.